Hello everyone. How are you doing, guys? I hope you're all doing great. سلام دوستان. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به قسمت اول از مجموعه آموزش زبان با سریال فرندز. از امروز قراره که یه روش جدید رو با هم شروع کنیم. اونم آموزش با سریال فرندز. تا الان فکر کنم 40 قسمت آموزش زبان با فیلم داشتیم که داخلش تمرکزمون لغات و اصطلاحات بود. توی سریال فرندز علاوه بر لغات و اصطلاحات می‌خوایم بیشتر روی ترکیبات گرامری کار کنیم ساختار شکنی کنیم در واقع ببینیم یه جمله چجوری درست شده چون سریال فرنس یه سریالیه که خیلی محاوره‌ایه و محاوره‌ای روزمره است مکالمه‌ای روزمره است پنج شش تا رفیقن که هی میگن چه اتفاقی برات افتاد چه خبر بود فلان به خیلی جملات کاربردی استفاده میکنن انواع زمان‌ها استفاده از وود کود و جملاتی که جملات ایمیجینری که ما اینا رو قرار بررسی کنیم و پلن من در واقع این بود که از قسمت یک به فصل یک شروع کنیم مثلا 5 6 تیکه از قسمت یک رو بررسی کنیم جایی که مهمه ولی یوتیوب نمیذاره بیشتر از 30 ثانیه شما از یه محتوا رو بذاری حق کپی رایت میزنه یعنی ما فقط 30 ثانیه از قسمت یک رو میتونیم بررسی کنیم برای همین من اومدم 30 ثانیه 30 ثانیه از قسمت های مختلف برداشتم اینجوری یوتیوب ایراد نمیگیره در واقع ما از قسمت دو یه اصطلاح یاد میگیریم یه تیکر یاد میگیریم از قسمت سه، یه قسمت قسمت یه استلاح. پنج تا ویدیو رو امروز بخوایم بررسی کنیم از پنج قسمت مختلف بعدا دوباره برمیگریم قسمت یک قسمت تو اپیزود بعدی برمیگریم قسمت یک قسمت دو قسمت, قسمت دو سه و همینجوری سعی میکنیم فصل یک رو کامل پوشش بدیم خب فقط لطفا یادتون نره که کانال ما سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید و اگه این سبک رو دوست داشتید حتما تو کامنت نظرتون رو بگید به ما انرژی بدید که ایشالله ادامه بدیم و بریم تا اپیزودهای بالا لایک هم فراموش نکنید سو so, let's go. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی اول بگیم که تو ویدیو اول چی رو میخوایم بررسی کنیم میخوایم استفاده از وود رو بررسی کنیم آی وود جملات ایمیجینری رو ایف کاندیشنال رو بررسی کنیم در کنار سیمپل پرزنت حال ساده که اینا همه با هم ترکیب شده شخصیت توی سریال دو تا جمله میگه که خیلی جالبه اونو قرار این بررسی کنیم بریم ویدیو رو با هم ببینیم خب چی شنیدیم با هم دوستان شخصیت سریال چی گفت این شخصیتی که دیدید اسمش مانیکا بود اگه سریال رو اصلا ندیدید شخصیت رو کم کم بشناسیم این خانم که داشت حرف میزد اسمش مانیکا بود گفتش که Boy, I know they say that you cannot change your parents. But if I could, I'd want yours. آخرش اشاره میکنه به سمت راست و میگه که I'd want yours. جمله چی میگه؟ راست برادر مانیکا، این شخصیت با هم برادر و خواهرن. جمله اول با یه جمله ساده با حال ساده شروع میشه که داره یک فکت رو میگه. خب، حال ساده مثلا شما میگی I go to school every day. من هر روز میرم به مدرسه. I watch TV every night من هر شب تلویزیون نگاه میکنم خب این میشه simple present حال ساده که شما داری یه فکت رو میگی یک عادت رو میگی یه چیزی که وجود داره و ای اتفاق میفته خب اینم داره فکت میگه اول میگه که درسته که میگن I know they say that you cannot change your parents تو نمیتونی خانوادت رو تغییر بدی نمیتونی مادر پدرت رو تغییر بدی دست ما نیست خب کجا به دنیا میاییم I know they say you cannot change your parents خب این یه فکته اینجا نمیتونی از وود استفاده کنی یا if conditional رو استفاده کنی چون خیالی نیست یه چیزی که ماهیت داره وجود داره بخش دوم جمله میره وارد بخش imaginary میشه خب میگه که but if I could or boy if I could میگه پسر اگه من میتونستم if I could I would want yours I'd مخففه I would I would want yours خب به برادرش اشاره میکنه در واقع داره شوخی میکنه میگه راست میگه که میگن درسته که میگن و نمیتونی خانواده تو مادر پدرت رو تغییر بدی ولی اگه من میتونستم تغییر بدم مادر پدر تو رو انتخاب میکردم در واقع اصلا مادر پدرم رو عوض نمیکردم چون خواهر برادرم. خب من مادر پدرامو دوست دارم آی وونت به برادرش اشاره میکنه خب حالا میخوایم چند تا مثال داشته باشیم تا با هم بیشتر بفهمیم که کی باید از ایف استفاده کنیم از وود با چه جوری استفاده کنیم بریم یه مثال با هم داشته باشیم مثلا تو میخوای بگی اگه من وقت کافی داشتم هر هفته به مادر پدرم یا به خانوادم سر میزدم میگی که If I had enough time, I would visit my family every week If I had enough time, I would visit my family every week جمله چیه؟ جمله جمله خیالیه خب و ما تو فارسی هم میگیم اگه من زمان کافی داشتم جمله اولی که بعد ایف میاری باید گذشته باشه خب If I had enough time این ربطی به این نداره که این اتفاق تو گذشته افتاده ما تو فارسی چی میگیم میگیم اگه زمان کافی دارم نه اگه زمان کافی داشتم if i had enough time i would visit my family every week هر هفته به خانوادم سر میزدم خب حالا شاید بعضیا بپرسن که چرا اونجا حتما باید از وود استفاده کنیم چرا فقط نگیم i visit my family if i had enough time i visit my family every week خب اگه اینجوری بگی جمله دومت که از حال ساده استفاده کردی میشه یه فکت خب دیگه خیالی نیست در واقع معنی جملت اینجوری میشه اگه من زمان کافی داشتم if آی enough time من هر هفته به خانوادم سر میزنم نمیشه که جمله دومت داره اتفاق میفته جمله دومت فکته if آی enough time I visit my family every week میشه که اگه من وقت کافی داشتم هر هفته به خانوادم سر میزنم خب سر اگه سر میزدم بعد بگی در واقع از وود باید استفاده کنی حالا شما وقتی خارج از کشور بری این جمله اشتباه رو حتی اگه بگی یه نیتیو نمیفهمه شما اشتباه گفتی جمله دوم که جمله اشتباهه به خاطر اینکه اونا از آی وود استفاده نمیکنن میگن آید ایف آی هر enough تایم I'd visit my family every week و انقدر سری میگن که اصلا شما آیدو نمیشنه و انگار نمیگن If I had enough time I'd visit my family every week یه دیه خیلی ریزی شاید توی حرفشون باشه شاید هم نباشه If I had enough time I'd visit my family every week خب انگار دارن همون جمله اشتباه رو میگن برای همین شما اگه اینو شما اونور اشتباه هم بگی اونو نمیفهمن ولی وقتی رو رایتینگ مینویسی اگه کسی بخواد صحیح کنه اشتباهتو میفهمه در ضمن اگه این سوالو بخوای این حرفو بخوای سوالی بپرسی و باز اشتباه بگی طرف میفهمه مثلا میخوای بپرسی که اگه وقت کافی داشتی به خانواده طرفت سر میزدی If you had enough time Would you visit your family every week دیگه نمیتونی بگی Do you visit your family every week بگی Do you دیگه هم طرف اشتباه تو میفهمه هم ببخشید میفهمه که چقدر تعطیلی. حالا بریم یه مثال شبیه مثال مانیکا داشته باشیم میخوایم بگیم اگه درسته که میگم پول خوشبختی نمیاره ولی اگه من پول داشتم حتما خوشبخت بودم خب حتما خوشبخت بودم میگی که I know that they say that money doesn't bring happiness ببینید جمله اول یه جمله سیمپل پرزنته چون فکته I know they say that the money doesn't bring happiness but یا میتونی بگی بوی هرچی او oh من هرچی دوست داشتی باید تاکید بیشتر کنی If I had money If I had enough money or if I had money I would be happy خب من خوشحال می بودم اگه پول داشتم خوشحال بودم خب جمله اول سیمپله بعد م... بعد میای توی ایمیجینری اینا با هم ترکیب شده خب پس فعلا الان ما با هم وودو بررسی کردیم ایف ها رو بررسی کردیم بریم یک بار دیگه ویدیو رو بشنویم بعد بریم سراغ ویدوی دوم Boy, <laughs> خب بریم سراغ ویدئوی دوم تو ویدیو دوم میخوایم این دو تا ترکیب رو بررسی کنیم did you ever have you ever کجا میتونیم از اون استفاده کنیم خیلی خب قشنگ بهش کافیمش did you ever have you ever بریم ببینیم بازم مانیکا چی داره میگه تو این ویدیو هم مانیکا حرف میزنه did you ever go out with a guy your friends all really like no <laughs> okay well i'm going out with a guy my friends all really like خب دیدیم ویدیو رو با هم دوستان چی شنیدیم تو بخش اولی حرفش سوال حرف اولی که زد گفتش که از اون خانمه پرسید که Did you ever go out with a guy who your friends really like اینجا هو حذف شده توی ویدیو که دیدید هو رو حذف میکنم بعضی اوقات میگه که آیا شده تالا با کسی بیرون بری که دوستات ازش خوششون بیاد ازش خوششون بیاد همه دوستات از اون طرف خوششون بیاد Did you ever go out with a guy your friends all really like همه دوستات واقعا از اون خوشش بیاد یه نفر بیرون میره دوستاتم از اون خوشش میاد خب did you ever go out with a guy who your friends all really like حالا میخوایم اینجا did you ever رو بررسی کنیم با have you ever فرق اینا چیه کجاها ها چی جوری استفاده میشه میخوایم تو غالب مثال با هم بررسی کنیم قبل از که بریم مثال داشته باشیم ببینید از did you ever شما وقتی از گذشته ساده استفاده میکنی برای سوال از دید که داری راجع به یک سرتن پوینت یا سرتن تایم حرف میزنی خب یه چیز مشخص یا یک زمان مشخص حالا مثال داریم یه چیزی که تو گذشته بوده و زمان مشخص داشته از هاو یو ever استفاده میکنی برای پرسیدن یه چیز کلی راجب زندگی طرف تا حالا مثلا مثلا تا حالا سیگار کشیدی تا حالا فلان چیز امتحان کردی تا حالا همچین جایی رفتی خب زمان مشخصی تو گذشته نداره یه چیز کلیه حالا این فقط تعریفه میخوایم مثال داشته باشیم مثلا میخوای بپرسی تو دیشب سیگار کشیدی تو داری یه زمان مشخص رو اینجا بررسی میکنی اونم دیشبه میگی دی جو اسموک لاست نایت نمیگی هاف یو اسموک لاست نایت دی جو اسموک لاست نایت دیرو سیگار کشیدی در جواب هم میگی آی دیدنت حالا میخوای بگی بپرس تا حالا اصلا سیگار کشیدی هاف یو اور اسموک هاف یو اور اسموک بیفور یا قبلا سیگار کشیدی خب Have you ever smoked before? حالا اصلا سیگار کشیدی یه این نخ سیگار بیاری که میدید شروع میکنه صرفه کردن میپرسی Have you ever smoked before? خب حالا بریم سراغ یه ذره مسائل مثالای پیچیده تر فرض کن با رفیقت پا میشی میری رستوران خب میری رستوران بعد روی راجب دارید منو رو نگاه میکنید ما معمولاً میخوایم بپرسیم تا حالا یه چیزی خوردی اینو فکر کنم همه بلدید مثلا میخوای بپرسید تا حالا سوشی امتحان کردی از کدوم ترکیب استفاده میکنیم اینو فکر کنم همه بلدید Have you ever Have you ever tried sushi تا حالا سوشی امتحان کردی Have you ever tried sushi دیگه نمیگیم Did you ever tried sushi درسته ولی آیا میتونیم واسه قضا مثلا تحت شرایطی از did you ever استفاده کنیم یا نه اصلا تو حالا شنیدید بگن did you ever eat sushi نه اکثر جا شنیدیم همش میگن have you ever دیگه have you ever eaten sushi have you ever tried sushi تا سوشی امتحان کردی اصلا راجع به قضا خوردن که آیا مثلا تا حالا این قضا رو خوردی همش از have you ever استفاده میکنیم آیا میشه از did you ever استفاده کرد یا نه میشه دوستان تحت چه شرایطی فرض کن یکی از رفیقات میره فرانسه. خب، یه سال میره فرانسه. نهله فرانسه است نه فرانسه زندگی کرده. برای کار میره، برای سر زدن به دوستاش میره، برای بیزنس میره، برای مهاجرت میره، برای اصلا هر چی. مهاجرت بره دیگه بر نمیگرده. خب میره مثلا یه سال فرانسه بعد برمیگرده. بعد مثلا میری میبینیش با هم توی کافه جمع میشید، شروع میکنید راجع به فرانسه حرف زدن. بعد یهو شروع میکنید راجع به رستوران های فرانسه حرف زدن. خب تو میخوای ازش بپرسی که اون یک سالی که فرانسه بودی اصلا شد سوشی بخوری؟ خب اینجا دیگه باید از did you ever استفاده کنی did you ever eat sushi while you were in France اصلا شد سوشی اونجا بخوری وقتی فرانسه بودی اصلا هر جمله بخوای بپرسی شد به اینجا سر بزنی did you ever visit Did you ever eat sushi؟ چرا؟ چون داری راجع به یه اسپسیفیک تایم حرف میزنی یه اسپسیفیک تایمی که الان به صورت بازه یک ساله است دیگه مثل اون سیگار کشیدن دیشب نیست هفته یه پیش نیست حتما نباید یه تایم به خصوص باشه این میتونه یه بازه زمانی باشه یه ساله دو ساله سه ساله چرا؟ اسپسیفیک زمانش مشخصه خب ممکنه تو دو ماه اول از سفرش سوشی خورده باشه شش ماه آخرش خورده باشه نه آخر ماه خورده باشه تو فقط از دیدیو بر استفاده میکنی اینجا دیگه نمیگی have you ever tried سوشی وقتی که تو فرانسه بودی خب از هفت موقع استفاده میکنی که میخوای چیز کلی بپرسی و زمانی توش مشخص نیست حالا بریم جمله که مانیکا گفت رو بررسی کنیم این جمله نکته داره خب did you ever go out with a guy who all your friends really like شده تا حالا با کسی بیرون بری که همه دوستات واقعا ازش خوششون بیاد خب این جمله که الان زمان به خصوص نداره داره نه یه چیزیه که راجع به کل زندگی طرف داره میپرسه یه چیزی تا حالا شده این این جمله به نظر میاد با هاوی یو اور اصلا بعد ساخته میشد چرا با دی جی ساخته شده نه توش زمان به خصوص داره داره یه چیز کلی میپرسه تا حالا شده با کسی بیرون بری که همه دوستات دوستش داشته باشن چرا از هاوی یو استفاده نکرده؟ من اولش گفتم گفتم از did you ever موقعی استفاده میکنی که داری راجع به یک certain point یا certain time حرف میزنی اینجا certain time نداره ولی certain point رو داره یعنی چی؟ این خانومی که مانیکا داره ازش سوال میپرسه <coughs> رنگ پوستش سیاهه این یه خانم بالغه خب 100 درصد دوست بزر داشته قبلا زیادن داشت ممکنه اصلا با 10 نفر 15 نفر 20 نفر داره بیرون رفته باشه خب مانیکا داره بین همه آدم هایی که تا حالا اون باشون بیرون رفته یه نفر رو به خصوص میپرسه که شده بین این 20 نفر با یه نفر بیرون بری که همه دوستات دوستش داشته باشن پس داره اسپسیفیک میپرسه بین همه رابط هایی که این داشته Did you ever go out with a guy بین 20 تا 30 تا هر با هر چون تا مرد تا حالا بیرون رفتی شده با یکی بیرون بری که همه دوستات دوستش داشته باشن پس این یه سوال کلی نیست این هم یه سوال جزئیه یه سوال اسپسیفیکه ولی تایم نیست توش فکته خب راجبه یک سرتن پوینت راجبه یک شخصه برای همین این جمله با دیدیو you اور درسته have یو اور درست نیست اینا رو با شنیدن زیاد به مرور زمان درک میکنید دوستان عادت نکنید بازم میگم به کتبی خوندن پرزنت پرفکت سابجکت به اضافه بهضافه به اضافه بخش سوم فل، اتفاقی که گذشته اتفاق افتاده اثرش هنوز ادامه داره اینا همه چرت و پرت اینا رو اصلا ول کن اینا رو فقط بار اول بعد بخونی که یه فهمی پیدا کنی رو باید بشنوی هی hey باید بشنوی این یه بچه ای که میخواد زبان یاد بگیر ما با بچه هیچ فرق نداریم ما فقط یه برتری داریم اون که سواد خو... خوندن نوشتن داریم همین این بچه و بشنوی دو سه سال بعد هی زبان بشنوی بر همین سریال فرندز یا مثلا سریال های میچو مادر رو اگه هر کدومشو رو دو بار ببینی از اول تا آخر اصلا با زیرنویس فارسی ببینی همین که میشنوی فکر میکنی تاثیر نداره بعد دو سال میبینی که بدونی که فکر کنی داره قواعد درست بیان میکنه چون هی شنیدی خب دیگه خیلی توضیح دادم بریم سراغ ویدیو سوم خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو سوم یه بار ویدیو دومو ببینیم بعد بریم سراغ ویدیو سوم ever go out with a guy your friends all really like No <laughs> Okay Well I'm going out with a guy my friends all really like خب حالا بگیم تو ویدیو سوم چیارو می‌خوایم بررسی کنیم و قرارو چیارو بشنمید می‌خوایم ببینیم وانا به چه معنیه I wanna می‌خوایم ببینیم که آیده رو چه جوری میشه استفاده کرد یک از کابل‌های آیده رو بفهمیم توی جمله و sounds like that sounds like that sounds like به چه معنیه این ست عبارت رو قرار تو این ویدیو بشنویم و شخصیت که هی میبینی تونتون داره حرف میزنه ریچل هستش بریم ویدیو رو ببینیم But they just want to see if you're okay they want to know if I'm okay okay they want to know if I'm okay okay let's see well let's see the FICA guys took all my money everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted and I'm getting coffee and it's not even for me so if sounds like I'm okay, okay. Then you can tell them I'm okay, okay؟ خب اول ویدئو مانیکا گفتش که They just wanna know if you are okay. که ریچل هم گفتش که They wanna know if I'm okay. They wanna know if I'm okay. They wanna. Okay. They wanna, wanna مخفف چیه دوستان؟ مخفف دوتا چیزه. want to and want a. خیلی کاربوردیه برای همین دیگه همش از این استفاده میکنه. want to and wanna. خب در واقع wanna دیگه. want a که نمیگن. تو میخوای بگی من مثلا کافی میخوای I want a coffee. I want a cup of coffee. خب به جای I want a میتونی از I wanna استفاده کنی. I want a coffee. I want a cup of coffee. خب یا میخوای بگی I want میخوام برم خونه. I want to go home. میتونی به جاش بگی I wanna go home. خب هم مخففه I want to a, هم مخففه I want a خب یک مثلا فلان چیزی میخوام و اینکه شما اینا رو سوالی هم میتونی استفاده کنی Do you wanna go home? میخوای بری خونه Do you wanna go home? خب یه نکته برای سوم شخص مفرد هی و شی بعد بگی wants to she wants to go home she wants به خاطر اینکه توی حالت عادیش میشه she wants to go home اسم میگیره دیگه این میشه she wants to she wants to she کافی کافی میخواد she wants to go home خب she wants to go home wants رو چون شاید خیلی نشیده باشید معمولا همون عادیشون میگن میگن she wants to go home ولی واسه I واسه دی، واسه یو، واسه we میگن we wanna they wanna I wanna okay? پس از این باید بدونی وانا به چه معنیه و چون خیلی کار رو سباک میکنه معمولا خیلی استفاده میکنن I wanna go home I want to go home راحت تره بگی I wanna go home در ادامه ریچل میگه که everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted میگه هرکی که من میشناسم یا داره ازدواج میکنه getting married or getting pregnant یا داره حامله میشه or getting promoted promote به معنی ترفی گرفتن یا داره ترفی میگیره یعنی همه دارن پیشرفت میکنن یه تغییری دارن میکنن شما میتونی از آیدر کی استفاده کنی وقتی میخوای راجع به دو تا حق انتخاب مثلا حرف بزنی مثلا میخوای به دوستت بگی تو میتونی یا با من بیای خونه یا خودت بری خونه یا با من بیا یا بری خونه مثلا تو میتونی یا با من بیا یا بری خونه این جمله رو میتونی اینجوری بگی You can either come with me or go home خب ببینید دوتا جمله با or به هم چسبیدن You can either come with me با من بیای or go home Come with me or go home اینجا سه تا جمله است که همشون با or به هم چسبیدن ببینید Everyone I know is getting married or getting pregnant or getting promoted خب ما تو فارسی هم همینو میگیم یا داره باردار میشه یا داره باردار میشه یا داره ازدواج میکنه یا داره فلان میشه خب ترفی میگیره انگلیسی هم همینه فقط قبل از اینکه شروع کنی این جملات رو گفتن یا 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 رو بگی یه دونه آیدر قبل جمله اولت بگو خب everyone I know is either getting married or getting promoted اصلا بعضی وقت آیدر هم نمیگن everyone I know is getting married or getting promoted or getting بعضی وقت ممکنه بدون آیدر هم بگن این آیدره به اون معنی یا هست Every هر کسی که من میشناسم یا داره ازدواج میکنه اون یا اوله خب اون یای اولی که ما میگیم ایوریوان اینو یا داره ازدواج میکنه یا داره فلان میکنه اون یایی که وسط جمله میاد اوره اون یای اولی که ما میگیم اون آیدره دیگه اون اولو با اور نمیگن everyone آی نو اور از getting مرید اور از getting اولیو با آیدر میگن شروع جمله یا آیدر بذار بعد آپشناتو هی بگو میتونی دوتا تا دیگه حداقل بعد دو تا باشه دو سه چهار پنج شش هفت جمله همش پس کارورد آیدر رو فهمیدیم آیدر همون به معنای اور هست یا ولی اول جملت میاد دیگه وسط نمیاد شروع میکنی داستان رو گفتن و در آخر ایچل میگه If that sounds like I'm okay You can tell them up I'm okay If that sounds like I'm okay You can tell them that I'm okay If that sounds like وقتی میگن something sounds like یعنی یه چیزی به نظر میاد نه اینکه یه چیزی صدا میده شبیه این خب ولی اگه داری راجب ساز صحبت میکنی میتونی بگی that sounds great صدای خوبی داره This yes, guitar sounds great. این گیتار صداش عالیه. ولی راجع به ای وقتی حرف میزنی میگی that sounds یعنی که اینجوری به نظر میاد. If that sounds I'm okay. اگه اون به اگه این به نظر میاد که من حالم خوبه پس میتونی بهشون بگی من حالم خوبه. کلی داش قور میزد که فلان جا پول منو گرفته، همه دوستام دارن ازدواج میکنن، من فقط کافی میگیرم. I get چون توی کافی شاپ کار میکنه و گارسونه و برای مردم کافی میبره میگه منم دارم کافی میگیرم که حتی واسه من نیست not even for me تو ویدیو دیدید آخرش هم گفت if, if, that sounds okay you can tell them I'm okay پس sounds like به معنی به نظر اومدنه پس سه تا عبارت رو بررسی کردیم با هم یه بار دیگه ویدیو رو ببینیم But they just want to see if you're okay they want to know if I'm okay okay they want to know if I'm okay okay let's see well Let's see, the FICA guys took all my money. Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted, and I'm getting coffee. And it's not even for me. So if that sounds like I'm okay, okay, then you can tell them I'm okay, okay? ببخشید دوستان اگه ذره طولانی شد به خاطر قواعدی بودن دو تا ویدیو اول بود معمولا بعد هر ویدیو تو دو دقیقه توضیحش تموم شد. تو ویدیو 4 رو می‌خوایم چی یاد بگیریم یکی عبارت all about Here we go again. Thanks. Hi. Um, I want to start with a song that's about that moment when you suddenly realize what life is really all about. Okay, here we go. Okay, thank you very much. <laughs> خب شخصیتی که دیدید گیتار دستش بود فیبیه یکی از دوست داشتنی ترین شخصیت های سریاله که گیتار برداشته و میخواد آهنگ بخونه میگه که I wanna start with وانا رو بررسی کرد میگه I want to start with میخوام با یه آهنگ شروع کنم در uh, is about that moment که در رابطه با اون لحظه که When you suddenly realize what life is all about معلوم اون لحظه ای که تو یه ناگهان میفهمی سادنده یعنی ناگهان realize متوجه میشی what life is all about که زندگی کلا راجع چیه خب حالا all about رو کجاها میشنوید مثلا میری بیرون میبینی که دو نفر دارن جر بحث میکنن داد و فلان و بساد بعد مثلا همسایهشون اونجا بایسته دارن نگاه میکنه بعد که جر بحث میشه میخوای بری بپرسی که چی بود این همه جر بحث بسید. چی بود این همه داد و بیداد واسه چی بود میگی که what was دات all about What was that all about? میتونه این معنی اصطلاحی هم داشته باشه. What was that all about? خیلی اینو تو فیلم میشنوید. What was that all about? یا یه که شروع میکنه الکی بهت گیر دادن. بعد اینکه آروم میشه میگه که What was that all about? موضوعش چی بودی و اینقدر قاطی کردی؟ اینجا هم داره میگه اینجا یه داره معنیش اصطلاحی نیست دیگه معنی جمله‌ای داره داریم میگه که میخوام راهنگی رو بخونم که اون لحظه شما میفهمی که زندگی واقعا در رابطه با چیه is really all about ولی این what was that all about زیاد میشنوید What is that all about? این, اصلا بحثش این چیه داری میگی الان و که آخر میگه میگه اوکی okay, here we گو Here we گو خیلی ساده اوکی okay, برو بریم لس گو Let's استارت بیاید شروع کنیم اوکی okay, وقتی میخوای گیتار بزنی مثلا جلو دوستات میتونی بگی اوکی okay, here we گو خب بزن بریم لتس گو بیاید شروع کنیم برو که داشته باشیم خب okay, here we گو این به این معنی نیست که بیا ما با هم بریم خب okay, اینجا میخوایم با هم بریم. نه. یو بیگو یعنی که بزن بریم. اوکی. Okay. بیا شروع کنیم. و بریم سراغ ویدیوی آخر برای امروز، ویدیوی پنجم. که دو تا شخصیت فوق العاده فان سریال توشن جویی و چندلر اونی که هی لگت داره میزنه تو خواب اون جویه اون یکی چندلره بریم ببینیم چی قرار بررسی کنیم جمله که قرار بررسی کنیم ترکیبا trying to get comfortable و you're gonna or you have to you're gonna or you have to بریم بشنویم Hey, Kiki. What are you doing? Just trying to get comfortable. Can't sleep in my underwear. Well, you gonna. خب ویدیو رو دیدیم دوستان اینا با هم هم اتاقی هن. خب چندل رو رفیق هم با هم برادر نیستن رفیق هن. چندل رو جوی حالا پدر جوی اومده خونهش و اینا جان اتاق مجبور شدن بدن به پدرش یه اتاقم مجبور شدن بدن به دوست دختر پدرش پدرش هم با دختر دوسته بعد نمیخوام بذارن اینا با هم باشن اینا هر کدوم انداختن توی اتاق مجبور شدن خودشون تو سالن بخوابن داستانش اینه روی این مبلای خوابیدن که تبدیل به تخت میشه وگرنه هم نمیخوابن بعد جوی شروع میکنه لگد زدن داره بهش میگه هی کیکی کیکی کی یعنی کس که لگد میزنه کیک به معنی زدن داره میگه هی hey, کیکی what are you doing میگه i'm trying to get comfortable trying to get comfortable دارم سعی میکنم که راحت باشم دارم سعی میکنم comfortable معنی راحت بودنه تلفظش comfortable comfortable نگید comfortable نوشته میشه trying to get comfortable خب I'm trying to get comfortable دارم سعی میکنم راحت باشم خب اینجا داری میگه سعی میکنم راحت باشم که بتونم بخوابم بعد میگه که I can't sleep in my underwear میگه من نمیتونم با زیل لباسی بخوابم I can't sleep in my underwear و جو چندلر در ادامه ادامه میگه که well you're gonna well you're gonna خب اینجا شما هم میتونی بگی well you're gonna or well you have to you're gonna مثل I wanna که بررسی کردیم میمونه gonna مخفف going toه I'm going to خب میتونی بگی I'm gonna I'm gonna join your class میخوام جو... مثلا join کلاست بشم I'm gonna خب خیلی از gonna استفاده میکنن gonna دیگه فقط مخفف going to دیگه دیگه نمیتونه going a باشه که مثلا going a نداریم که اون want که I want a داریم I want to داریم این فقط going to بعد در اینجا چی میگه میگه well you're gonna یعنی که خب باید این کارو بکنی ولی میگه من نمیتونم زیر شلواریم بخوابم با زیر لباسی بخوابم اینم میگه خب مجبوری بخوابی well you're gonna خب یا میتونه بگی well you have to you have to you have to sleep or you are going to sleep به جای اینکه بگه well you are going to sleep میگه well you're gonna یعنی مخفف مخفف یعنی که مجبوری چاره ای نداری باید بخوابی اینجا خواستم بدونید که از یورگانا به عنوان امر میشه استفاده کرد مثلا یه نفر بگه من نمیتونم این کاری انجام بدم تو میگی باید انجام بدی وا یورگانا اور یو هاف تو یو ماست تو میتونی ماست هم بگی Hey, Kiki. <laughs> What are you doing? Just trying to get comfortable. خوب <تصفح> خب دوستان به پایین ویدیوی امروز رسیدیم پنج تا کلیپ رو با هم بررسی کردیم مثال داشتیم من خیلی جا توضیح زیاد دادم شاید امیدوارم خسته نشده باشید اگه این سبک رو دوست داشتید همینجوری روال رو ادامه بدیم ایشالله که با سری فرنس بتونیم تقویت کنیم اسپیکینگمون رو و درک بیشتر داشته باشیم روی گرامر من الان تو این ویدیو اگه وود رو توضیح دادم دلیل به این معنی نیست که تو ویدیوهای بعدی هم بر نمیگردم رو وود انقدر وود و ایف کاندیشنال رو تکرار میکنم واسهتون که ملکه ذهنتون شه ولی دیگه دوبار توی ویدیو توضیح نمیدم مثلا ویدیو سوم ویدیو پنجم دوباره برمیگردم با یه مثال دیگه که یه شخصیت دیگه میگه که از ایف کاندیشنال استفاده کرده بازم اون رو بررسی میکنیم بازم بررسی میکنیم بابا بعد ده بار تکرار تو جملات مختلف فردا چشت رو میبندی شروع میکنی حرف زدن خب تقویت لیسنینگ فقط باید بشنوی سریال اگه میخوای قواعد خوب یاد بگیری تو موقعی قواعد و خوب یاد گرفتی که بتونی ازش استفاده کنی یه تستی بهت میدم همین الان ببین مثلا میخوای یه جمله بسازی یا یه توی جمعی رفتی میخوای حرف بزنی اگه موقعی که میخوای جمله بسازی مثلا میخوای یه جمله بگی که آقا من الان با از پرزنت پرفکت استفاده کنم این جمله رو بگم خب مثلا میخوام بگی که پرزنت پرفکت continuous من الان دو ساله دارم زبان میخونم آی been بین English for فور years ایز خب اگه بشینی فکر کنی که جملات و کنار کلمات کنار هم بچینی و 10 ثانیه 15 ساله نیاز داشته باشی تا جمله رو درست کنی که بگی حتی اگه جمله رو درست گفته باشی بدون زبان بلد نیستی چون نباید فکر کنی مگه ما الان فارسی حرف میزنیم فکر میکنیم نه ما سری حرف میزنیم این مهارتی که با شنیدن یاد گرفتیم بعضیا میگن نه این خب زبانشون مادریه ما نمیتونیم مثل اون انگلیسی یاد بگیریم چرت و پرت چی باور نکنید بابا طرف 20 تا زبان تسلط داره یه زبان دوم ما نمیتونیم یاد بگیریم باید بشنوی هی بد باید بشنوی تا بدون فکر کردن اگه الان موقع حرف زدن میخوای جمله بسازی از زمانا وقتی میخوای استفاده کنی اگر راجبش فکر میکنی و هی گیر میکنی یعنی هنوز یاد نگرفتی و باید تمرین کنی مرسی که ویدیو رو تماشا کردید بازم یادتون نره کانال ما سابسکرایب کنید زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و منتظر ویدیوی بعدی که فردا خواهد بود باشید تا ویدیوی بعدی take care.